سازمان عفو بین الملل نهاد مستقل حقوق بشری در تازه سرین گزارشی که منتشر کرده میگوید با جمعبندی و راستی آزمایی اطلاعات کشته شدن 324 نفر را در اعتراضات آبان 98 ثبت کرده است. همکارم افشار سیگارچی در این باره گزارش می‌دهد. تازه ترین گزارش اف بین‌الملل جزئیات جزیات جدیدی از ثبت مرگ تعداد بیشتری از معترضان در آبان 98 منتشر کرده. دو سال از این روزها گذشته است. اعتراضات آبان 98 <applause> اعتراضاتی که به بهانه افزایش قیمت بنزین آغاز شد اما خیلی زود به شعارهای علیه رهبران جمهوری اسلامی و نظام منتهی شد گزارش جدید اف بین و ملل که در 170 صفحه منتشر شده. گزارشی کامل و با جزئیات. در انتهای این گزارش عکس و مشخصات افراد کشته شده در این حوادث با جزئیات ذکر شده. اف بین میگوید بخش اصلی کشتار معترضان در روزهای 24 تا 28 آبان صورت گرفت. نقطه ای که اف بین و ملل مورد تاکید قرار داده این است که تعداد واقعی کشته شدگان بسیار بیشتر از رقم 324 نفر است. این نهاد حقوق بشری بعد از دو سال تحقیق میگوید، هنوز خیلی از خانواده ها به خاطر ترس و خفقانی که مقامات جمهوری اسلامی ایجاد کردند درباره مرگ عزیزانشان سکوت کردند. هفته پیش دادگاه نمادین آبان در لندن برگزار شد. بیش از سی نفر در آن شهادت دادند. در خاشی دادگاه یک مقام جمهوری اسلامی زمینی به کشتار معترضان اعتراف کرد حسن نوروزی گفته بود یکی از آنهایی که به مردم شلیک کرد من بودم ما کشتیم حالا چه کسی میخواهد ما را محاکمه کند با اینکه برخی مقامات جمهوری اسلامی مدعی مسلح بودن معترضان بودند اما عفو بین‌الملل در گزارش امروز خود تأکید دارد هیچ سندی وجود ندارد که معترضان سلاح گرم داشتند یا رفتارشان تهدیدی علیه جان مأموران بوده است. افشار سیگارچی صدای آمریکا